مهدی رستنپور با ما هستی در آخرین شب بذار اول مسابقات امروز ایران و تاجیکستان رو مرور کنیم تقوی، یزدانی و یوسفوف دونه دونه برام بگو به نظرت مسابقه چطور انجام شد در چه حدی بود از تقوی شروع کنیم تقوی مقابل رقیب کوبایی خودش شاید این ذهنیت که اگه این کشتی رو بگیرم چون همه صحبت از این میکردن که در گام بعدی باید فینال مساجانی تکرار بشه مقابل یونیمتسو ژاپنی همه حواسا معطوف اون کشتی بود و خود این کوبایی شاید در سایه قرار گرفت و البته کشتی هم پیچ خورد یعنی تقوی هر چه یورش برد به در بسته خورد هر سه تایم همونطور که گفتی به کلینچ کشیده شد و کوبایی خوش اقبالتر بود که دو بار کلینچ به نام او در اومد و مسابقه رو برد به این ترتیب بدون اینکه اصلا تقوی به ژاپن برسه به رغم سوابق درخشانی که داشت و بخت شماره یک بود حذف شد یعنی دست کم گرفته بود میخوای بگی حریفش رو شاید یا نه نه قاعدتا به هر حال اون کشتیگیر کوبایی هم عنوان داره و پارسال هم خیلی اذیت کرد تقوی رو ولی بردش او رو پارسال اما این بار کشتی دور اول المپیک و قرعه سخت شاید آشفتگی ذهنی یا هر چیز دیگری که هنوز خود او در این زمین صحبتی نکرده یزدانی چطور عمل کرد رضا یزدانی بدون گفتگو شانس شماره یک بود و عبدالسلام گادیسوف که شاید شاخصترین چهره تیم روسیه بود رو به راحتی شکست داد یعنی واقعا با قدرت و با تسلط این کار انجام داد حق یزدانی مدال طلا بود اما ربات صلیبیش پاره شد و کسی در این مسابقات طلا گرفت که رضا یزدانی رو همین چند وقت پیش در تایم دوم در جام جهانی باکو 6 بر 0 شکست داده بود یعنی واقعا مدال طلا حق رضای یزدانی بود اگر این اتفاق می که خب کارنامه تیم کشتی آزاد کارنامه خوبی میشد اما این مصونیت نابهنگام خیلی اوقات علاقمندان کشتی رو در ایران تلخ کرد و سلیم خان از تاجیکستان او گام اول رو خیلی واقعا شگفتی ساختم اونطور که گفتی چون که واقعا امروز همون قد که برای تیم ایران تلخ بود به مراتب برای روس هم روز بدی بود چون هم ستارهشون گادیسوف با هم نماینده 66 کیلوشون اومد به گشتیگیر تاجیکستان باخت و آلنگوگایف مغلوب یوسفوف شد اما در گام بعدی درست موقعی که به نظر میرسید حالا که روسو رو برده اینجا میتونه بهتر نتیجه بگیره مقابل گارسیای کانادایی که کشتیگیر بدقلقیه و قدرتمند هم هست باخت و او هم حذف شد در کل حالا که پرونده مسابقات بسته شده مدال ها تعیین شده دیگه هیچ کسی از این برنده تر یا بازنده تر نمیتونه بشه عملکرد ایران و افغانستان و تاجیکستان به خصوص ایران و تاجیکستان در این روزهای اخیر رو چطور ارزیابی میکنیم؟ تاجیکستان خب در دوره قبلی تونسته بود مدال بگیره در کشتی با یوسف عبدالسلاموف عبدالسلاموف اینجا هم بود که به نماینده ارمنستان باخت رستم اسکندری هم در 96 کیلو بود و هم شکست خورد و این کشتیگیر 66 کیلو که صحبت کردیم بر همون قدری که تاجیکستان روی کشتی سرمایه گذاری میکنه بعد انتظار درخشش در المپیکو داشته باشه اما ایران به نسبت المپیک قبلی که فقط یه برونز مراد محمدی گرفته بود نتیجه بهتری رو کسب کرد اگر رضا یزدانی مصدوم نمیشد و مدال طلا رو نصیب خودش میکرد خب چهار مدال نتیجه خیلی خوبی میتونست باشه که این اتفاق رخ نداد به جز اون چیزایی که پیش میکردیم رو داشتیم شخصیت یا چهره چشمگیری هم داشتیم در این کشتی های آزاد و... فرنگی امسال فکر می‌کنم چهره شاخص رقابت‌های کشتی آزاد المپیک لندن داتو مارساگیشویلی از گرجستان بودین کشتیگیر 21 آره. ساله با وجودی که قهرمان هم نشد سوم شد به این دلیل ساده که داره کشتی رو توسعه میده یعنی اون شاخص های کلیدی کشتی مثل شجاعت جنگندگی قدرت بدنی نسبت به اونها بی تفاوته و روی تشک بازی میکنه قبلا برادران سایتیف هم همینطور بودن اما اونا ابوس بودن و خوشگو و جدی اما گیشویلی خیلی بی تفاوت روی تشک بازی میکنه اون درو کردن ها سگک های سرپای خارق العاده باراندازایی که از بیخ کت میزنه ولی مقابل کشتگیر پورتوریکویی در واقع مشکل داوری پیش اومد نتونست بره فینال و الا او میتونست حتی قهرمان هم بشه ولی به هر حال دیدنی بود ممنونم مهدی رستمپور